بسم الله الرحمن الرحیم سلام دانش آموزان عزیز امیدوارم همگی در کنار خانواده های خود جور و صحتمند و سرحال حال باشید بازم با یکی دیگر از درس های کیمیا شما را خوش آمدید میگم قبل از اینکه درس امروز خود شروع کنیم یک بار سری میزنیم در درس گذشته خود ببین درس گذشته ما و شما در مورد چی بود درس گذشته ما و شما در مورد الکان ها بود الکان ها را تعریف کردیم هیدروکربن های زنجیری مشبور میگه که اتم های کاربون آن توسط رابطه یگانه با همدیگر وصل شده باشه ایزومری در الکان ها را خواندین شما در درس گذشته یاد گرفتین که سه مرکب اول الکان ها ایزومری نداره و ایزومری در الکان ها از مرکب چندم شروع میشه از مرکب چهارم از بیوتان شروع میشه که من در درس گذشته برایش شما کار کردم بیوتان دارای دو ایزومری بود که یکیش به نام نرمال بیوتان یاد میشه و دیگهش به نام چی یاد میشه ایزو بیوتان یک چیز در قسمت ایزومری به یاد داشته باشین که به هر اندازه که تعداد اتم های کربن زیاد شوه ایزومری هم چی شده میره زیاد شده میره از ازمو خاطر است که مرکب پینتان دارای سه ایزومری است که شما در کتابچه های خود کار کنین فرمولش هم در درس گذشته برای شما گفتم بسیار ساده و آسان است خب شروع میکنیم درس جدید خودم درس جدید ما و شما در فصل چهارم صفحه 53 است صفحه 53 کتابتون پیدا کنین عنوان درس امروز ما و شما در مورد نامگذاری الکان ها می باشه شما الکان شناختین حالا ما و شما در مورد نامگذاری الکان ها گپ میزنیم برای الکان ها چند سیستم نامگذاری وجود داره که هر سیستم رو ما و شما شماروار بسیار واضح و ساده کار میکنیم و یاد میگیریم یکی از الکانها سیستم های نامگذاری الکان ها سیستم آیوپک است پس ما نوشته میکنیم نامگذاری نامگذاری چه الکانها، ها الکان با کدام روش با روش آیوپک آیو آیوپک ببین بسیار ساده و آسان رویش آیوپک چی رقم یک رویش است آیش انترنشنل است یویش یونین است پیش پیور است، ایش اپلاید سیش کمیستری International Union of Pure and Applied Chemistry مربوط اتحادی اومی دانشمنده ساینس مربوط اتحادی اومی دانشمنده کیمیا میشه یک سیستم نامگذاری را برای تمام مرکبات وضع کرده که او سیستم نامگذاری به نام سیستم نامگذاری چیات میشه آیوپک دانش آموزای عزیز فکرتان باشه ببین در سیستم آیوپک اگر یک الکانی ما و شما شکل زنجیریش مستقیم باشه چی باشه مستقیم منشعب نباشه مستقیم باشه درست در سیستم آیوپک فقط در شروع نام کلمه نارمل نوشته میشه یا سمبول ان نوشته میشه مثلا الکان ما سه کاربون داره زنجیر مستقیم اگر خواسته باشیم نامگذاری کنیم نامش میشه نارمل پروپان یا گلکان ما پنج تا کربن داره زنجیر مستقیم شاخه نداره در سیستم آیوپک نامش میشه نارمل پینتان در شروع این نوشته کنین فاصله باز پینتان نوشته کنین این سیستم سیستم نامگذاری آیوپک برای الکانهای با زنجیر چی میشه با زنجیر مستقیم ولی اگر یک الکان ما و شما زنجیرش منشعب باشه شاخدار باشه اگر خواسته باشیم الکان شاخدار خوده یا منشعب خود نامگذاری کنیم برش مراحل وجود داره ما بسیار ساده مراحلش برای شما میگم و شما مطابق اینمی مراحلی که ما میگم شما مرکبات را الکان ها را نامگذاری کرده میتونیم خب مرحله اول چی میشم؟ مرحله اول انتخاب طویلترین زنجیر است انتخاب طولترین چی زنجیر میشه ببین بسیار ساده و آسان شما کاربون های را که یک به دیگه وصل است و او کاربون ها تعدادشان زیاد است او کاربون ها را به صورت عموم شامل چی میگرین؟ شامل زنجیر طویل اما بعدا در قسمت مثال ها وقتی که مثال ها را کار کردم رویش انتخاب زنجیر طویل برای شما میگم کار میکنم بسیار ساده ولی فعلا بفهمین که مرحله اول چی است انتخاب طویل ترین زنجیر مرحله دویش چی کاربون های زنجیره طویل خود ما شماره بزنیم باید چکار کنیم شماره گذاری کنیم البته شماره گذاری از طرف شروع میشه که به یک شاخه یا به رادیکال یا به گروپ الکایل چی باشه نزدیک باشه شاخه گروه الکایل است گروه الکایلی که شما در گذشته خوندین مثل میتایل ایتایل اینا چی میشه شاخه میشه ببین مرحله دوم شماره گذاری است کربن های زنجیر طویل خود شماره میزنین از طرفی که به چی نزدیک باشه به با شاخه نزدیک باشه به با گروه آلکایل نزدیک باشه مرحله سوم مرحله است که شما تمام کارها رو انجام دادن باید چیکار کنین نام نوشته کنین نام به انگلیسی نوشته میشه از چپ به طرف راست در مرحله سوم از چپ به طرف راست اول نام رادیکال یا شاخه با گروپ یا گروپ الکایل نوشته میشه با ذکر شماره کربنش فکرتان باشه شماره کربنش نوشته میشه بعد از او چی نوشته میشه بعد از او زنجیر طویل نوشته میشه با پسوند چی A N ای که پسوند ای این این مخصوص برای چی میشه؟ مخصوص برای الکان ها میشه اگر خواسته باشه ما یک الکان و سیستم آیوپک نامگذاری کنیم این مراحل باید چکار کنیم؟ سپری کنیم انتخاب طویل ترین زنجیر شماره گذاری کاربون های زنجیر طویل از طرف که برادیکال یا گروپ الکایل یا شاخه نزدیک باشه مرحله سوم نام نوشته میشه چی رقم؟ اول نام گروه الکایل با ذکر شماره کاربونش نوشته میشه بعد نام زنجیر طویل با پسوند ای این ای نوشته میشه به مثال کار کنیم خب ببینید نوشته میکنیم اینجا CH3 به ادامهش نوشته میکنیم C بالایش نوشته میکنیم CH3 پایینش نوشته میکنم CH2 رابطه CH3 با ادامهش نوشتم میکنم CH2 باز نوشتم میکنم CH2 با ادامهش باز نوشته میکنم CH3 ببینین را که ما روی تخته برای شما نوشته کردیم این مرکب الکان است از کجا میفهمین الکان است شما از درس های گذشته به یاد دارین دیگه که در صورتی که یک مرکب ساختار زنجیرش چی باشه ساختار زنجیری مستقیم داشته باشه بین اتم های کربن رابطه چندگانه باشه یگانه باشه پس الکان میشه شما ببینید اینجا مکمل رابطه های یگانه است و الکان است و الکان ما و شما زنجیرش هم مستقیم نیست منشعب است میخوایم به سیستم آیوپک نامگذاری کنیم مرحله اول انتخاب طویل ترین زنجیر ببین چه رقم زنجیر طویل انتخاب میشه شما کربن‌های های را زنجیر طویل بگیرین که او کربن یک به دیگه خود وصل باشه مثلا زنجیر اول یک کربن دو کربن سه کربن ادامه این کربونه در اینجا کردن کرده در اینجا به حساب شما هست حساب کرده نمیتونید به خاطر چی به خاطر از اینکه این کربن بالایی با این کربن پایینی وصل نیست پس یک زنجیر ما یک کربن دو کربن سه کربن چند کربونه شد سه کربونه زنجیر دوم یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن ادامه این کربونه در او قسمت ما حساب کرده نمیتونیم به خاطر از اینکه او کربن در اینجا وصل نیست زنجیر اینجا ختم شد یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن و زنجیر دوم ما چند کربن شد چهار کربن مستقیم حساب میکنیم یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن پنج کربن ادامه CH3 کربن آخری را ما در اینجا اضافه کردن نمیتونیم اینجا به حساب ما و شما شمارش کردن نمیتونیم به خاطر از اینکه کربن آخر ای کربن وصل نمیشه پس زنجیر مستقیم ما چند کربن داره پنج کربن از او حساب میکنیم یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن پنج کربن یک کربن دو کربن سه کربن چهار کربن پنج کربن شش کربن پس ما و شما پیدا کردیم زنجیر طویل ما چند کاربون داره شش کاربون ما برای شما نشانی میکنم بسیار ساده این زنجیر که ما اینجا برای شما نشانی میکنم همین زنجیر زنجیر طویل میشه ببینید بسیار ساده و آسان این دو تا کاربونه که اینجاسته شامل زنجیر طویل نمیشه به خاطر از اینکه فقط اینمی کاربونا یک دیگه خود بسیار ساده و آسان وصل است مانند یک خط یک دیگه خود چی می باشه و اصل وصل میباشه خب زنجیر طویل انتخاب کردیم مرحله دوم باید کاربون های زنجیر طویل خود شماره گذاری کنیم ببین از کجا شماره میزنیم از طرفی که به یک شاخه چی باشه نزدیک باشه یک دو سه در کاربون شماره سه شاخه است یک دو سه چار پس شماره گذاری از کجا میشه از پایین به طرف بالا یک دو سه باز طرف راست میریم چار اینجا پنج نوشتم میکنیم اینجا شش نوشتم میکنیم خب الان نام هم میکنیم اول نام شاخه با ذکر شماره کاربون در کاربونی شماره 3 شما شاخه دارین CH3 دارین CH3 چی است CH3 شما از درس های گذشته به یاد دارین نامش میتایل میشه چی میشه میتایل CH4 میتان است یک گهیدروژنش کم کو CH3 چی میشه میتایل چند تا میتایل در کاربونی شماره 3 داره در دا کاربونی شماره 3 دو تا میتایل داره هر دو میتایل یک جای نوشته کنین ببینین نشسته میکنیم C C ادامهش نوشتم میکنیم دای میتایل دای میتایل چی مانا دای میتایل یعنی دو میتایل او دو میتایل در کجا هست؟ یکیش در کاربون سه اوم هست دیگیش هم در کاربون سه است از همو خاطر سه را دو دفعه نوشته کردیم سه سه دای میتایل نام زنجیر طویل شش کاربون داره با پسوند ای این ای چی میشه؟ هگزان میشه ببین بسیار ساده و آسان نام این مرکب میشه سه سه دای چی؟ هگزان یک مثال دیگه برای شما کار میکنم ببین داشته باشیم CH3 با ادامهش نوشته میکنیم اینجا CH3 کنیم. با این میکنیم پایین نوشته میکنیم CH3 در ادامه نوشته میکنیم CH2 باز نوشته میکنیم CH اینجا نوشته میکنیم C2H5 اینجا نوشته میکنیم CH بالاش نوشته میکنیم CH3 با ادامهش نوشته میکنیم C H با اینش نوشته میکنیم C2H5 با ادامه باز نوشته میکنیم CH2 رابطه CH3 فکرتان باشه شاگردای عزیز ببین بعضی از کاربونار اینجا میبینین که اصلا هایدروجن نداره ببین مثل این کاربون اصلا هایدروجن نداره به خاطر چی چون چهار رابطهش پر یه ایرا شما باید بفهمین بعضی از کاربونا رو می‌بینین یک تا هیدروژن داره ببین یک هیدروژن داره چرا و خاطر از یک سه رابطه دیگه داره از او خاطر یک هیدروژن داره ولی بعضی از کاربون هاست که سه تا هیدروژن داره چون یک رابطه داره یک جمع سه چند میشه چهار این گپا رو شما باید بفهمین خب یک الکان است می‌خوایم با سیستم آیوپک ما و شما نامگذاری کنیم چه رقم نامگذاری می‌کنیم انتخاب زنجیر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت دو تا اینجا چند میشه؟ هشت پس زنجیر طویل ما و شما ما هشت هم هشت کاربونه میشه مستقیم میم شماره میزنیم از کجا شماره میزنیم؟ از چپ به طرف راست شماره میزنیم چون به شاخن از دیک از خود شما ببینین و سی ها از دیک از اینجا شماره میزنیم یک اینجا دو یه شماره سه چار پنج شش هفت هشت حالا شماره گذاری کردیم نامش رو نوشته میکنیم بسیار ساده و آسان نام نوشته میکنیم ببین اول نام گروپ الکالی شاخه نوشته میشه ببین شاخه ها چی هست اینجا در کربن شماره 2 CH3 میتایل است CH3 میتایل است در کربن شماره 4 C2H5 ایتایل است فکرتان باشه چی است ایتایل در کربن شماره 5 CH3 میتایل است در کربن شماره 6 بازم C2H5 ایتایل است بسیار ساده و آسان بین میتایل و ایتایل اول چی نوشته میکنین اول ایتایل را نشته کنین قایده حروف علف با انگلیسی باید در نظر گرفته شود کدام قایده؟ قایده حروف علف با انگلیسی میتایل شروع نامش چی میشه؟ ام میشه ایتایل شروع نامش ای ای نزدیکتر از چی میشه؟ ام از اون خاطر است که ما و شما ایتایل اول نشته میکنیم چند تا ایتایل داریم دو تا یکیش در کربن 4 دیگه اش در کربن 6 میکنیم 4 6 دای دای چی؟ دای ایتایل بسیار ساده و آسان دای ایتایل دای ایتایل به چی معنا؟ به این معنا که دو تا ایتایل او دو تا ایتایل در کجاست؟ یکیش در کربن شماره 4 است دیگه در کربن شماره 6 است خب نوبت میتایل است دو تا میتایل در کربن شماره دو داریم نوشته میکنیم دو دو یک دونه میتایل در کربن شماره 5 داریم نوشته میکنیم 5 مجموعا چند تا میتایل داریم سه تا میتایل داریم نوشته میکنیم ترای میتایل ترای میتایل یعنی چی یعنی سه تا میتایل او سه تا میتایل در کجاست یکیش در کربن شماره دوست دیگهش هم در کربن شماره دوست و سومیش در کربن شماره 5 است پس ترای میتایل نام زنجیر طویل ما شما 8 کربن چی میشه اوکتان این سیستم نامگذاری چی آیو پاک. بسیار ساده و آسان ما و شما سیستم نامگذاری آیوپک را یاد گرفتیم دانش آموزای عزیز مراحل سیستم نامگذاری آیوپک ما و شما در اونجا روی تخته نوشته کردیم سیستم نامگذاری دومی وجود داره به نام سیستم نامگذاری اشتقاقی پس نوشته میکنیم کدام نامگذاری نامگذاری اشتقاقی الکان ها اشتقاقی چی مانا میتا؟ اشتقاقی مشتق شده مانا گرفته شده این سیستم نامگذاری از نام اولین مرکب الکان گرفته شده که اولین مرکب الکان ها چی است میتان از نام میتان گرفته شده به او اساس این سیستم نامگذاری سیستم نامگذاری اشتقاقی میگم برای نامگذاری الکان ها بر رویش اشتقاقی ما باید چیکار کنیم ما باید اول کربن اولی دومی سومی و چهارمی را ما و شما کنیم تعیین کنیم چهارمی اولی دومی سومی و چهارمی را تعیین کنیم اولی سکندری کربن میشه کربنی که با یک دیگه وصل باشه کربنی اولی یا پرایمری کربن کاربون است که با یک دیگه چی باشه وصل باشه کربن دومی سکندری کربن کاربون است که با دو کاربون دیگه وصل باشه کربن سومی کاربون است که با سه کاربون دیگه وصل باشه و کربن چهارمی کربونی است که با چهار کربون دیگه وصل باشه اینجا ببینید اینی کربنی که اصلا هیدروژن نداره کاربون چهارمی چون با چهار کربن دیگه وصل است این کربنی که یک تا هیدروژن داره سه طرفش کربن است کاربون چندمی است سومی یعنی کربنی که در اول است با یک کربن دیگه وصل است کربن چندمی میشه کربن اولی برای نامگذاری اشتقاقی ما چیکار میکنیم мо шумо ҳаму корбуне ки камтарин ҳоидружана дора ё бо бештарин корбуни дига васлас ӯро марказ қарор метем боқимонда родикол дар назар мегирем аввал номи родиколҳо гирифта мешав боз номи корбуни مرکزی میتون نوشته میشه مثل این ببین مثلا ما داشته باشیم CH3 رابطه سی بالایش CH3 داشته باشیم اینجا CH3 داشته باشیم اینجا داشته باشیم CH3 خب اینی ای کربن ما کربن اولی است پرایمری کربن است چون با یک کربن وصل است این کربنمون پرایمری است این کربنمون پرایمری است این کربنمون پرایمری است ولی این کربن وسط با 4 کربن وصل است کواترنریست یا چارومیست پس کاربونی وسط کاربون است که با بیشترین کاربونای دیگه وصل است ایره مرکز قرار بده باقی رادیکال ch رادیکال CH3 رادیکال CH3 رادیکال CH3 رادیکال چهار تا میتایل داریم نامش رو نوشته میکنیم تترا میتایل نامش چی میکنیم تترا میتایل آخر کار نام کربن مرکزی رو چی نوشته میکنیم میتان امی رقم ما و شما بسیار ساده و آسان با روش اشتقاقی الکان های خود نامگذاری کرده میتونیم نام کربن مرکزی باید چی نوشته شود میتان در رویش اشتقاقی هر مرکب الکان اگر شما خواسته باشه نامگذاری کنین و میتان چی میشن؟ ختم میشن خب دانش آموزان عزیز دو سیستم نامگذاری رو ما و شما خواندیم امیدوار هستم که این دو سیستم نامگذاری رو شما یاد گرفته باشین فعالیت کتاب های مکتب تانه که مربوط این درس میشن کتاب چای تانه گرفته فعالیت کتاب های مکتب را کار کنین خب تا درس بعدی شما را به خداوند کریم میسپارم خداوند یار و نگهدارتون موفق باشن.